با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از این مردم تیوی. خوبین خوشین. ما با این ریش مشکی هم پوشیدیم انگار همین الان هیئت امام حسین اومدیم. بازی دانمارک و انگلیس، بعد عرضم به خدمتون انگلیس هیچ وقت تیم خوبی نداره، یعنی نه تیمش خوبه، تیمی نیست که شخصیت قهرمانی داشته باشه. یعنی هر کی همیشه تو رای گیری ها اینا میگن انگلیس امسال قهرمانه، هیچ وقت این بنده خدا ها نمیتونن قهرمان بشن. از سال 90 جام جهانی قبلی بود سوم شد، یا اون یکی بود که سوم شد دیگه، ساوتگیت رو متاسفانه نگه داشتن. از جام جهانی 90 اینا تنها مقامی که آوردن سومه، تیماشون هم پر ستاره، حالا هم هیچ، یکی جلو بود دوباره یک یک شد، نمیتونن. حالا چی شد؟ ما اومدیم جلو دوربین توی جایی که ابراهیم رئیسی هلیکوپترش سقوط کرده، شده عبادتگاه، دارن درست میکنن، شده امامزاده. یعنی شما ما که دیگه عمرمون نمیرسه، مثلا 200 سال دیگه نوه نتیجامون از اونجا ردشن، نوشته مثلا امامزاده آسید ابراهیم رئیسی، بعد زندگی نامه چی بود؟ فرزند امام هشتم داشته اینجا رد میشده بره پیش بابا، دو نفر اومدن انگور دادن به شهید شده، شهید آسید ابراهیم رئیسی. آخه میدونی که امامای ما همه با انگور شهید شدن، این میشه داستانش. حالا میگی نه 200 سال دیگه من اینجا شما اونجا، دیگه ببینیم کی راست میگه. حالا هم عبادتگاهش کردن. مجید مجیدی میگفت فیلمش حالا براتون میذارم. مجید مجیدی میگفت برای یه فیلمی رفته بودم توی یه روستایی، بچه‌ای که دکور درست میکنن یه دونه امامزاده درست کردن، میگه یادمون رفت خرابش کنیم، یه امامزاده دکوری برای فیلم یادمون رفت خرابش کنیم. میگه برگشتیم و دو سال گذشت و اینا، بهم گفتن مجیدی یادت امامزاده اینا؟ گفتم آره. چی شده؟ گفتن الان شده واقعا امامزاده. میگه مگه میشه؟ ما این خودمون ساختیم. پاشده رفته تو اون روستا دیده به تابلو زدن امامزاده، نمیدونم چی حالا اسمش یادم نیست، از این ور. میگه رفتم دیدم ای واقعا شده امامزاده. بعد رفتم اونجا پیش چند تا از بزرگاشون، گفتم آقا این امامزاده رو من برای فیلمم ساختم، این راستکی نیست. میگه ناراحت شدن، ترش کردن، یعنی چی؟ چرا با مذهب شوخی میکنی؟ چرا دین رو مسخره میکنی؟ این امام نمیدونم چی چیه، نوه فلان و اینا. میگه هیچ چیزی فایده نداره، الان میزنن ما رو خرخره، ما رو میجوان. میگه اومدم حاجتم میداده، حاجتم میداده، خیلی مثلا حاجت گرفته بودن، کور بوده، دیدی سوتی میدن، کور بوده نابینا شده، کور بوده زنده شده، این چیزا زیاد میگن. آره خلاصه این داستان اینم همینه. ابراهیم رئیسی مرد، تا حالا میگفتن چند روز طول کشید که برسن اونجا، میگفتن جاش طوری نیست که آدم بتونه بره، برای همین طول میکشه. حالا چی جوری شده انقدر سری وسیله بردن و گنبد و اینا که اونجا رو میکنن امامزاده؟ من موندم براتون بذارم فیلمشو، اصلا خودتون دیگه ببینین، دیگه ببینین داستان چیه. اینجا جاییه که نه از اولش بیان. آها بیه میگه پارچه سب زدن، عکساشون هم زدن. شهید سرگرد بهروز قدیمی، این بنده خدا، این خلبان است، این بنده خدا میگن گذاشته بود کنار خلبانی رو، دیگه کار نمیکرد، بهش گفتن بیا برای رئیس جمهور، آها برای این پرواز بیا، یه پول خوب میدیم. مثلا اینکه چند بار مثلا رهبر رو برده بوده این و کارش درست بوده، انگار همه اینا برنامه ریزی شده بوده. بعد مهرداد بسپاشو از مینیبوس میخواستم بگم، از تو هلیکوپتر پیاده میکنم، میگن تو با اون برو این با این بره، یعنی گلچین کردن اینا بمیرن. حالا هم جا شده امامزاده، من اینجا شما اینجا، 200 سال دیگه امامزاده آسید ابراهیم رئیسی. مثلا شما فکر کن الان امامزاده ساله، امامزاده ساله تهش رو در بیاری معلوم میشه مثلا یه سردار عربی چیزی بوده ایرانی ها رو میکشته، اونا خاکش کردن، مقبرش کردن، ما هم براش میزنیم و میکوبیم و میگیم حاجت هم میده. چون جنگ عرب با ایرانیه که 6 ماه و 1 سال و 2 سال نبوده دیگه، میگن خیلی طول کشیده تا عرب بتونه این اسلامو متاسفانه وارد ایران کنن. در صورت خنده‌داری بود، یعنی
خرافات ببین تا کجا رفته. این الان حاضر میشه، مردم میرن حاجت میگیرن. مشکل اینه مردم میرن حاجت میگیرن. طرف گوسفندش رو آورده بود با صندلی چرخدار امام رضا که حاجت بده این گوسفنده را بره. تو که ترش میخوای سرش رو ببری دیگه، چه فرقی میکنه؟ تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.